شکننده های روزه. روزه این عبادت الله تعالی و دوری از طعام و شراب و جماع از طلوع فجر صادق تا غروبی آفتاب است و به هر مسلمان واجب است که خود را از شکننده های روزه نگه دارد، که آن خوردن و نوشیدن و آن چیزهایی که به معنای آن است به مثل چیزهایی که بدن از آن غذا می گیرد، سوزنداری که به بدن غذا می شود، خون گرفتن و یا نقل آن به شخص دیگر، جماع و انزال منی در خواب و یا با خواهش خود. اما در خواب احتلام شدن با اجماع علما از شکننده های روزه نیست و به مثل آن با قول راجح مزی نیز روزه را باطل نمی کند و دانسته قی کردن روزه را می شکند، ولی به خواهش شما باشد روزه شما درست است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که قی کردن بر او غلبه کرد بر وی قضای نیست، اما کسی که خود عمدن قید کند باید قضای آن روزه را بدارد. حدیث با روایت ابو داود و امام ترمذی. و حجامه و به مثل آن خون دادن روزه را می شکند و شخصی که به خون دادن محتاج است پس افطار کرده پس قضای آن را در روز دیگر بدارد. و با اجماع علما خون حیض و نفاس در همه روزهای رمضان از شکننده های روزه است، حتی اینکه آمدن آن چند دقیقه پیش از غروبی آفتاب باشد. و شخصی که چیزی از شکننده های روزه را از روی ندانستن حکم آن و یا از روی فراموشی یا مجبور کردن شخص بخورد پس روزه او درست است، مگر حیض و نفاس دیدن که آن در همه حالت از شکننده های روزه می باشد. البته برای روزه فرضها و حدودهای است که حفظ آن به ما واجب است. الله سبحانه و تعالی در آخر آیت روزه چنین فرمود: این منهیات الله است، پس به آنها نزدیک مشوید. الله همچنین آیت های خود را برای مردمان بیان می کند، باشد که پرهیزگاری کنند. سوره بقره آیت 187.